خب من بخشی از مطالبی رو که در صفحه فیسبوک ایران اشرف آزادی هست اینجا براتون آوردن. شروع میکنیم با تصویری که بهرام گذاشته، از تصویری که از رهبر مقاومت بهرام گذاشته و این شعر رو نوشته: سحرگاهان که شبنم آیتی از پاک بودن را به گلها هدیه می بخشد، به آن محراب پاکش آرزو کردن برایت، خوب دیدن، خوب بودن، خوب ماندن را. این هم دسته گلی هست که سحر گذاشته و نوشته: تقدیم به اشرفیان قهرمان، این گوهران بی همتا. و حالا هم یک پوستر رو میبینیم، پوستری هست در واقع اعلام تظاهراتی در مقابل کاخ سفید. کاربری که این رو قرار داده، پوستر تظاهراتی رو قرار داده که در روز 12 دسامبر قرار در جلوی کاخ سفید برگزار شه، همزمان با سفر نوری مالکی به اونجا و دیدار مالکی با باراک اوباما، که خب این تظاهرات برای جلوگیری از یک قتل عام ایرانیان مخالف در کمپ اشرف هست، همونطور که روی پوستر هم توضیح داده شده. ادامه میدیم با کاربر دیگه‌ای که تصویری از مزار سردار جنگل رو گذاشته و بعدش نوشته: تقدیم به رهبر و سالار آزادگان، آقای مسعود رجب. ندا هم این پوستر رو روی صفحه فیسبوک ما گذاشته، پوستری هست که روی اون نوشته شده: کشتار را در اشرف متوقف کنید، به فرانسوی نوشته، وزیرش هم فراخوان فوری هست برای جلوگیری از کشتار اعلام شده علیه کمپ اشرف. پیام های داخل کشور رو با درود به همه اشرف نشان ها در سراسر میهنمون شروع میکنیم. پیامی داریم از خواهرمون محبوبه، از خانواده های شهیدان مجاهدین در اصفهان، که نوشتند: مطمئن باشید که خون و راه رسم شهدای سازمان در رگهای ما جاری است. و بعد هم افزودن که هر چه از دستم برمیاد انجام میدم، لطفاً تمام حرف های من را به اشرفیان عزیز برسانید به امید دیدار. جمع دیگه ای از خانواده های اشرفیان در داخل کشور در نامه‌ای که به شخصیت های عراقی فرستادند اینطور نوشتند، البته بگم که رونوشت این نامه رو برای ما ارسال کردن، در این نامه اینطور نوشتند: ما از فامیل و آشنایان از هواداران مجاهدین هستیم و تعدادی از بستگان ما نیز در عراق در اشرف هستند. نمیدانم آیا در جریان کشتار و قتل عامی که در 6 و 7 مرداد سال 88 و 19 فروردین امسال به دستور مالکی اتفاق افتاد هستید یا نه. نزدیک سه سال است که مجاهدین را در محاصره و شکنجه قرار دادند. آن کشتار و قلع و قمع ظالمانه توسط کلیه مجامع حقوق بشری جهان و شخصیت‌های بین المللی و عراقی محکوم شد. اما آقای مالکی به جز اطاعت از رژیم ایران کاری نمی کند. از شما به عنوان شخصیت‌ها و مراجع عالی قدر کشور دوست و برادر تقاضا داریم که به مالکی هشدار بدهید تا دوباره دست به کشتار و ضرب و شتم مجاهدین نزند. حسن از مشهد هم اینطور نوشته: اگر امید به اشرفیان نبود، در اینجا آدم هر روز آرزوی مردن می کند. دوست دارد خلاص شود. فقط همان نقطه امید مردم ایستاده است. اینجا کسی از حاکمان جنایتکار راضی نیست. حاکمیت پلید هم خیلی تبلیغات می کند و میگویند آنهایی که اهل مبارزه بودند نماندند، در صورتی که همه ایمان و باور دارند که آنهایی که رفتند برای کاری بزرگتر رفتند. امیدوارم به زودی پیروزی به دست آید. سلام به همه عزیزان اشرفی برسان. و صالح از خوزستان اینطور نوشته: خوشحالم که دوستانی مثل اشرفیان دارم. اعیاد قربان و قدیر رو به همه دوستان و اشرفیان تبریک میگم و آرزوی موفقیت میکنم براتون به امید دیدار همگی شما. آخرین پیاممون هم از ترانه از تهرانه: سلام، خیلی از اینکه با شما آشنا شدم خوشحالم. شبکه سیمای آزادی رو میبینم و در جریان همه اخبار اشرف قرار گرفتم. پیروزی با اشرفیان است.